خب تا اینجا کار دو تا از دلیل که چرا آلمان انقدر پیشرفته و قدرتمنده و چرا انقدر ثروتمنده رو گفت اولینش سیستم آموزشی متمرکز روی بهرهوری هستش که الان توضیح داد دومیش هم همین مربوط به صنعت بود یه سری سنت های صنعتی تاریخی که در طول چندین دهه به وجود اومده یا همون صنعت موثری که دارن خب دو تا دلیل اول موفقیت آلمان با این خیلی مهم هستن اما با بدون وجود دلایل سوم و چهارم بی معنی هستن و به درد نمیخورن بهترین مثالش هم خود کشور خود ما ایران هستش که کلی نیروی کار متخصص و تحصیل کرده داریم ولی با این حال اقتصاد خوبی نداریم وضعیت معیشتی مردم زیاد خوب نیستش پس بدون معدلی بریم سراغ دلیل سوم اگه یک کشوری سابقه صنعتی خیلی خوبی داشته مردمش بسیار تحصیل کرده و آموزش دیده هستند همین به درد نخور و بی مصرف هستش اگر دولت اون این کشور این منابع رو بندازه دور و ازشون استفاده نکنه از نمونه این دولت ها که لازم نیست کشور خودمون رو مثال بزنم میتونم به ونزوئلا و آرژانتین اشاره کنم خب برعکس خیلی از کشورها که سنف مختلف و نیروی کار و کارگرها به نوعی دشمن شرکتها حساب میشن و شرکت ها که میتونن ازشون کار میکشن و حقوق خیلی پایینی میدن و ارزشی هم براشون قائل نمیشن اما تو آلمان این موضوع برعکس و های تجاری و اصناف به شرکت ها و بیزینس ها وصل هستن و حتی تو مدیریت و تصمیم های کلی این شرکت ها اثر و به همین خاطره که مثل یه تیم میتونن با هم کار کنن خب برگردیم به سیاست پایداری سیاسی و تصمیم گرفتن تصمیم های بلند مدت خیلی مهمه دولت های آلمان توی دهه های گذشته به جای اینکه تصمیماتی کوتاه مدت بگیرن و به دستاورت های کوچیک و نسبی برسن همیشه دید بلند مدت داشتن حتی برای موقعی که خودشون نیستن و برای آیندگانشون فکر میکردن یه مثال خوب برای این موضوع برنامه 2010 ایجندا هستش که شروعش از سال 2003 بود این پلن توسط یه صدر دموکرات به اسم کیفرد شروید اگر درست بگم در سال 2001 ارائه شد که باعث شد آلمان توی بحران اقتصادی 2008 نجات پیدا کنه و آسیب خیلی کمی بهش وارد بشه پس میتونیم دلیل سوم و پایداری سیاسی رضایت عمومی و تصمیمات بلند مدت در نظر بگیریم اما خب بریم ببینیم دلیل آخر چیه آلمانیا اصلا از بدهی خوششون نمیاد کلا دوست ندارم به کسی بده کار باشه اصلا کلمه بدهی توی آلمانی میشه شولت که معنی گناه و خطا و سرزنش رو هم میده زالا نه اونا از این که از کسی پول قرض کنن میترسن و خب این موضوع یه سری مزایا هم داشته براشون تو طول تار توی بحران های اقتصادی مثل همین 2008 شرکت های آلمانی بدهی خیلی کمتری نسبت به کشورهای مثل آمریکا، فرانسه، انگلیس و غیره داشتن. همچنین دولت آلمان به این موضوع خیلی اهمیت میده. یعنی دولت به موضوع بدهی عمومی خیلی حساسیت داره و نمیخواد که مردمش به بانک ها و شرکت ها و جزای دیگه بدهکار باشن به همین خاطر که سیاست های خیلی سختگیرانه در مورد این موضوع دارن و قوانین خیلی سختگیرانه هم وضع کردن تا مطمئن بشن مردمشون زیر بار بدهی نمیرن این جدول ببینید توی این جدول میزان بدهی عمومی مردم کشورهای مختلف از جمله میانگین قاره اروپا و اتحادیه اروپا را هم نشون میده یه نکته اینجا بگم که قاره اروپا با اتحادیه اروپا خب فرق میکنه. یه سری از کشورها توی قاره اروپا هستن ولی جزء اتحادیه اروپا نیستن. مثل انگلیس و سوئیس. خب همونطور که میبینیم مردم آلمان نسبت به خیلی از کشورهای اتحادیه اروپا بدهی خیلی کمتری دارن. اصلا همین سلامت اقتصادی موجود توی شرکت هاشون و فرهنگشون هستش که باعث شده که شرکت‌های آلمانی همونطور که تو ویدیو قبلی گفتم بتونن تو بخش همون توسعه و تحقیق بتونن سرمایه گذاری خیلی زیادی کنه. پس میتونیم دلیل چهارم پیشرفت آلمان هم این بگیم strict financial control and investment in development که میشه سیاست های مالی سرکیرانه و سرمایه گذاری تو بخش تحقیق و توسعه خب این تا دلیل عمده ترین دلیل پیشرفت آلمان بود خب طبیعتا یه سری دلیل دیگه هم هستن ولی من خواستم ویدیو خیلی طولانی بشه و تا دلیل اصلی پرداختم امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده و سابسکرایب یادتون نره حتما سابسکرایب کنید دکمش لایک کامنت هم کنین سوالی داشتین حتما بپرسین تا ویدیو بعد شما رو به خدا بسپارم